سلام با فراخبر خوش آمدید در این برنامه. اوضاع امنیتی در ولایت‌های شمالی زیر سایه کشمکش‌های سیاسی. آیا سیاستگران رقابت‌های سیاسیشان را به دامن زدن ناامنی‌ها تعمیم دادند؟ بخش اسلامی برادر عزیزی ماست، ما دوستشان داریم، با حکومت نقش دارند و بعضی اینا در تخریب کار متاسفانه دست درازی میکنند. زمانی که غلطی املایی دونالد ترامپ مایه تمسخر کاربران فضای مجازی میشود. گسترش ناامنی ها به بخش های از ولایت بلخ پای والی این ولایت را به میدان نبرد در ولسوالی چمتال کشانده است. عطا محمد نور افزایش فعالیت های حراس افغانان را در ولایت های شمالی و به ویژه در ولایت بلخ در قالب یک توطئه کلان میبیند. والی بلخ در پیوند به این ناامنی ها انگشت اتهام را به سوی حنیف اطمر و معصوم استانگزی بلند کرده است. آقای نور به تازگی از نقش حزب اسلامی در سقوط بلخ از روساهای ولسوالی چمتال به دست طالبان نیز بر رسانه ها گفته است. اما در واقع آیا تنش های سیاسی عامل افزایش ناامنی ها در ولایت های شمالی گردیده است؟ برای بحث بیشتر در این باره نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، اجمل بلوچزاده فعال سیاسی در سیدو با ماست و محمد عبدو از نماینده های مردم بلخ در مجلس نمایندگان از شهر مزار شریف همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای عبدو، نخست از شما میپرسیم میان افزایش گستره ناامنی ها در ولایت های شمالی و به خصوص ولایت بلخ و کشیدگی های سیاسی در میان مقام های بلند پایه دولتی چه ربطی وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران ما در استودیوی مرکزی و بینندگان خوبی طلوع نیوز برنامه فراخبر سلام تقدیم میکنم و بر روی تابناک شهدای نیروهای امنیتی افغانستان، مردم ملکی افغانستان که در اثر توطئه دشمنان مردم روزانه به شهادت میرسند درود بفرستیم و برای زخمی های حوادث آرزوی شفای عاجل و کامل را داریم. ببینین در یه آخر در ولایات مختلف افغانستان جنگ از طرف شبکه های استخباراتی بیرونی سازماندهی میشن و طبعا مجریان از این دسایس و توطئه ها طالبا هستند، داعش هستند و القاعده هست و باقی شبکه های تروریستی دیگری که در همسویی با تروریستان قرار دارند. که ولایت بلخ هم خالی از این امر نبوده. شما بله. آقای عبدو، حالا به گفته عطا محمد نور صرفی چند آقای عبدو آقای عبدو حالا به گفته عطا محمد نور حلقه های در داخل نظام در واقع نقش خیلی بارز را ایفا میکنند در دامن زدن ناامنی ها در ولایت بلخ. شما به یاد دارین آقای نور نام بردن از رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس شورای امنیت ملی، حالا پای حزب اسلامی را هم دخیل میدانند در دامن زدن ناامنی ها در ولسوالی چمتال و سقوط برخی از روستاهای این ولسوالی به دست طالبان. چیزی را که من خدمت شما میخوام عرض بکنم به ارتباط مو صحنه سازی پشت صحنه، پشت صفحه او خوب باید معلومات بیشتر نیروهای استخباراتی افغانستان باید بیتن، مسئولین دست اول حکومت باید این معلومات بیتن که برای زونه طبعا شاید ممکنه راپورا به صورت موثق‌تر و دقیق‌تر شاید برسن که کیا هستن کیا نیستن. اما چیزی را که من میخوام عرض بکنم و ایستن که جنگ عملا جریان دارن در ولایات مختلف افغانستان، یک طرفش دولت و ملت افغانستان است، طرف دیگه‌ش هم شبکه‌های تروریستی است، انسان‌های خونخوار هستن که اونا در صدد ریختاندن خون مردم هست و هر روز جنایت میافرینه و هر روز جان مردم افغانستان میگیرن و هر روز امنیت مردم افغانستان تهدید میکنن. قضیه که در ولسوالی چمتال پیش آمد جدا از اینکه در اون ولسوالی جنگ بود در چند روزی گذشته، تبلیغات منفی و زهراگین هم از طرف حلقات معین استخباراتی در داخل شهر مزار شریف و ولسوالیش هم جریان داشت، گویایی که شاید ممکنه شهر مزار شریف هم سقوط بکنن. من شخصا به این باور هستم دولت و ملت افغانستان در همکاری با جامعه جهانی برای تأمین امنیت شهروندان و مردم نجیب افغانستان شبان و روزی تلاش خود کردن و میکنن که
قربانی های بشمار نیروی امنیتی مثال بسیار روشن و دقیق برای قضیه است. خیلی ممنون آقای عبدو، شما را همچنان با خود خواهیم داشت. ما شاهد هستیم که ولسوالی چپتال در مجموع تصفیه شد و نیروی امنیتی کنترلی ولسوالی را به دست گرفتند و برای شهروندان مزار شریف و مجموعه ولایت شمالی افغانستان از این نهایت دقیق اطمینان دارم. خیلی سپاسگزارم آقای بلوچ زاده. حالا بسیاری از سیاستگران به خصوص مقام های بلندپایه در ولایت های شمالی گسترش دامنه ناامنی ها در این ولایت ها به خصوص در ولایت بلخ در واقع در قالب یک توطئه کلان تعریف می کنند. شما با جنگ در ولایت های شمالی از کدام منظر میبینید؟ چگونه این وضعیت پیدا کردین؟ از حرف های این سیاستگران چی تحلیل ارائه میکنین؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما جناب دانش صاحب، بینده های عزیز تلویزیون شما. زمانی که بحران سیاسی به میان میاد و حکومت نمیتونه خدمات اولیه را به شهروندانش بخصوص در قبال تامین جان و در قبال تامین تامین امنیت بکنه شهروندان افغانستان را، در چنین وضعیت است که یک سلسله شک و گمان ها نسبت به حکومت به میان میاد. ما در مرحله قرار داریم که هیچ نهاد با اعتبار ملی، حتی نهاد امنیت ملی افغانستان، بدور از تعرض و بدور از اتهام بندی ها باقی نماند. ما کمیسیون مستقل انتخابات تجربه شده داریم و سایر نهادهای ملی و دموکراتیک را، اما یگانه نهادی که در یک مدت از زمان خودش محفوظ نگاه داشته بود بخصوص از ای که در تقابل قرار بگیره با مردم افغانستان، با سیاسیون افغانستان، ولی متاسفانه هم گزارش هایی که شما پخش میکنین همیشه اتهام ها نسبت به چنین نهادهای وارد است. زمانی که این اتهام ها وارد میشه طبیعی است که در پشت صحنه هر حادثه‌ای که اتفاق بیفته، هر حالتی که اتفاق بیفته، به خصوص زمانی که مکاتیب رد و بدل میشه، اینا بیانگری است که شما بخواین نخواین باید بالای نهاد شک بکنید. اما حرف اساسی است که دشمن و به خصوص گروه های تروریستی و به خصوص حامیان تروریسم در منطقه و بالاخره در افغانستان، اینها همواره تلاش کردند که دو نهاد بسیار قدرتمند افغانستان را که یکی امنیت ملی افغانستان بود و دوم هم اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان، اینها را همواره تحت تهاجم قرار بده. حالا سیاست برعکس شد. حالا تلاش میکنه که مورد تهاجم سیاسیون و انتقادات سیاسیون و از سوی هم مورد انتقادات مردم قرار شوند. این به این معناست که اینها میان عملیات انجام میتن، حادثه انجام میتن، حلقه گمشده را در میان در وسط میگذارن. زمانی که تحقیق صورت میگیره، زمانی که رد پای بخش اول یا در حقیقت سازماندهی اول گم میشه، ناگزیر است که همه رجوع بکنن به طرف حکومت و گفته شود حکومت این کار. حالا حکومت این کار میکنه یا نمیکنه، یا این نهادهای کار میکنه این کار نمیکنه، این بحثای جدا است که به مرور زمان میشه سرش گپ زد. اما در نهایت میخوایم بگویم که به همین زودی ها، یعنی در ختم سال 2017، اگر مردم افغانستان هوشیاری به خرج نتن، سیاسیون ما در این حالت از خود گذشت انجام نتن، در چنین وضعیت این دو نهاد و این سه نهاد با اعتبار ملی که محافظ تامین امنیت جان شهروندان افغانستان است، به اعتبار خواهد شد و در او وضعیت احتمال داره که بحران های دیگر هم پیش رو داشته باشیم. آقای دانش، چگونه شک و تردیدها نسبت به عمل کرده نهادهای امنیتی به خصوص ریاست عمومی امنیت ملی و نهاد شورای امنیت ملی به وجود آمده؟ شما اتهام های آقای عطا محمد نور به این دو نهاد حتما به یاد دارید که پای این دو نهاد کشانده میشه به ناامنی ها در ولایت های شمالی، برخواسته از چیش این مسئله، چقدر واقعیت میتونه داشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما میهمان برنامه و جناب عبدو صاحب. ببینید، جنگ شمال تازگی نداره، این جز استراتژی دشمن است که از آغاز امسال شما دیدین که تحرکات دشمن در شمال افغانستان بیشتر بود. امروز ما در 5 ولایت شمال افغانستان در 8 ولسوالی عملیات داریم. مثلا در کندوز است، در بغلان است، در جوزجان است، در بلخ است و در بدخشان و قسمت های مستخار که مشکل بغلان تا حدی هم حل شده. زمان نهادهای امنیتی بس... متهم به دامن زدن ناامنی ها در این ولایت ها میگردند. این در واقع برخواسته است. ما کاری نداریم در این چه مواردی که صحبت های رکسیوسیون میکنه. اما شما باید کار ما را داشته باشین، واکنش باید داشته باشین در برابر اتهام هایی که بالای نهادهای امنیتی حکومت افغانستان در واقع مطرح هستند. هیچ گونه اسناد و مدرکی وجود نداره. امروز در نهادهای
کشفی به استخباراتی که این اظهارات با استناد بر چی اسناد و شواهد مطرح میگردن؟ خب اینا باید از خودشان بپرسن، باید از خودشان بپرسن. اما آنچه که ما داریم، ما وظیفه ما تامین امنیت است. عملیات ها امروز شما دیدین که در بلخ نتایج بسیار خوب داشت، در بغلان داشت، در بدخشان داشت، در آقچه و در غرماش داشت. ای که کی چی میگه و کی چی میکنه ما با او کار نداریم. کار ما مشخص است، تامین امنیت شهروندای ماست، اجرای عملیات هاست که نتایجش هم شما با مردم افغانستان میبینید و ادامه فراخبر هم پس از وقفه کوتاه ببینید. آقای عبدو، شما اوضاع امنیتی در ولایت‌های شمالی و به خصوص ولایت بلخ از نزدیک نظارگر هستید. شما واقعیت‌های جنگ در ولایت بلخ چگونه پیدا کردین؟ آیا نهادهای امنیتی افغانستان آنچه آقای نور اتهام می‌بندد نقش دارند در گستره ناامنی‌ها در این ولایت‌ها؟ عملیاتی که دیروز در ولسوالی چمتال ولایت بلخ تحت قیادت و ریاست جلالت محترم والی صاحب ولایت بلخ صورت گرفت، در تشریک مساعی کل نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی، الحمدلله امروز نتیجه بسیار مثبتی را به دنبال داشت که نگرانی مردم رفع شد. دوم چیزی که وجود دارد، جنگ ها معمولا در ولایت مختلف شمال گاه گاهی جرقش زدن بشه. شما چند رو جلوتر دیدین در ولایت سریپول، در ولسوالی صیاد، منطقه میرزا ولنگ صورت گرفت، یا در هومه و اطراف ولسوالی اخچه شبرغان صورت گرفت، یا در بعضی از مناطق مختلف ولایت فاریاب صورت گرفت، یا میادیسی که در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به وقوع پیوست، بعضی قرارداد طالبان موفق شدن بگیرن، یا مثلا در بغلان است، یا در قندوز و تخار و بدخشان است، اینا، یا در گوشه‌ای از ولایت سمنگان در نقاط بسیار دورافتاده‌اش که آگاهی دیدن بشن. اینا ما بازم پیشتر چنانچه ما تکرار کردم، یکی ما دوچار یک دسیسه و یک توطئه بزرگ شبکه‌های استخباراتی بیرون مرزی هستیم که اینا در تلاشن هیبت و صلابت ملت و دولت افغانستان و قوای امنیتی افغانستان شکستانده شوند و اونا اهداف معین استخباراتی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود را در گروه تشدید جنگ ها میدانند، تلاش میکنه که جنگ در داخل افغانستان گسترش پیدا کنند و در پهلویش یک مقدار نگرانی را در بین مردم افغانستان خلق بکنند که گویا طالب پس دوباره مسلط بشه. ما بار بار گفتیم که طالب توان تسلط بر شهرهای افغانستان دیگه من بعد نخواهد داشت. او طالبی که از یک مرکزیت سوقه داره میشد دیگه، او طالب و سوقه داره خود نداره. مردم افغانستان همچنانی که پشت سر دولتشان ایستاد شده، این شخصیت های سیاسی امروز در ساختار دولت افغانستان، والی صاحب ولایت بلخ و سایر رهبران دیگه محترم ما که در ساختار دولت حضور دارند، اینا همهشان برای تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی افغانستان و تأمین رضایت مردم و در عین حال قلقم کردن نیروهای دشخیم و صفاک و خونریز طالب و امثال از اینا در میدان های مختلف می جنگن. این امروز در اولویت برنامه های همه قرار داره، اما باید تلاش باید بکنیم که اگر ایانن دسایسی وجود داره، توطئه های وجود داره، این توطئه ها را مکلفیت نیروهای استخباراتی و امنیتی افغانستان است که باید اینا را شناسایی و برملا بکنن و امروز فردا و فرداهای افغانستان نیاز به اتفاق و وحدت و همدلی و همسویی و رفع کدورت ها و نگرانی هایی هستند که معمولا گاهی مطرح میشن. تلاش باید بکنیم نجات افغانستان در گره و در پرتو حضور همه شخصیت هایی هستند که اینا در گذشته هم تلاش کردن، فعلا هم تلاش میکنن و حضور از اینا ما متیقن هستم برای تقویت پایه های نظام افغانستان کمک میتونه بکنه و مایه دلگرمی برای مردم افغانستان است. با دامن زدن به اختلافات ما شاید ممکنه نتونیم چیزی را به دست بیاریم که او را خواست مردم افغانستان است. خیلی ممنون آقای بلوچزاده. حالا اتهام ها خیلی سنگین هستند. از سال هاست گفته میشه یک توطئه کلان در ولایت های شمالی به خاطر گسترش دامنه ناامنی ها در حال اجرا هستند و این توطئه در داخل حکومت افغانستان به وسیله حلقات در واقع طرح و تدوین میگردند. شما چگونه میبینین وضعیت؟ چرا حکومت افغانستان این اتهام ها را جدی نمیگیره، مورد تحقیق و تدقیق قرار نمیده تا درستی و نادرستی این اتهام ها در واقع به مردم افغانستان تشخیص و تثبیت گردد؟ خب ببینین، یک چیز نباید فراموش کرد که متاسفانه در برخی از یا در گوشه های از نظام امنیتی ما افراد نفوذی و حلقاتی که ارتباط دارن با دشمن و ارتباط دارن با استخبارات منطقه که در این قسمت
میشه ملامت کرد نهادهای کشفی و استخباراتی ما را که اینا چگونه تانستن از کدام پله ها گذاشتن تا بالاخره که اینها در این ساختارها نفوذ کردن. شما جبهات هم میبینید که بعد از رسی کیها چگونه سقوط میکنه، چگونه فروش و خرید میشه، چه قسم از مسیر جنوب افغانستان به طرف شمال انتقال میافه، توریسم انتقال میافه و بالاخره اینا تجهیز میشن، تکمیل میشن، اکمال میشن و در نهایتش پست برخی از ولسوالی ها آنن پی هم سقوط کرده میره تا سقوط میکنه و در مراحل مختلف. اینها همه از این نشان میده درست است از لحاظ نظامی، از لحاظ امنیتی جنگ دشمن پراکنده ساخت. جنگ دشمن طور سازماندهی کرده که در همه حالت تلاش داره که نیروی امنیتی افغانستان را متفرق بسازه و در بسیاری از جاها ضربات محکم را به اینا وارد بکنه. اما اردوی با تجربه افغانستان، اردوی توانمند افغانستان با داشتن یک استخبارات بسیار موفق و توانمند، اینها میتونستند که این وضعیت کنترل بکنن. اما از جایی که گاه وقتا این افراد و این اشخاص در داخل دستگاه هستند و در داخل سیستم فعال هستند کار میکنن، از یک طرف اینا شناسایی نشدن، از یک طرف هم گزارش های زیاد وجود داره که برخی زمان که هم شناسایی شدن از یک چنل دیگر رها شدن یا از یک چنل دیگر دوباره پس به بانه های مختلف اینها از زندان از قید رها شدن. اما زمان یک مقام دولتی به سطح والی بلخ میآید دو مقام ارشد حکومتی را متهم میسازد، چرا این اتهام ها را مورد بررسی قرار نمیده حکومت افغانستان؟ چرا از آقای نور پرسیده نمیشه به اساس چه میای اتهام وارد میکنی بالای دو مقام خیلی برجسته حکومت افغانستان؟ این باید حکومت در نظر بگیره. اما چرا در نظر گرفته نمیشه؟ باید تکرار شود. اما از اون جایی که گاهی وقتا این افراد و این اشخاص که ازشون نام گرفته میشه بسیار نزدیک به شخص رئیس جمهور هستند و آدمای افراد هستند که رئیس جمهور بالای از اونها اعتماد داره. اما این اعتماد بالای افراد و این اعتماد بالای اشخاص یک دستگار صدمه میزنه، یک دستگار میتونه که به مشکل مواجه بسازه و تا به اعتمادی مردم نسبت به این دستگاه ها به وجود بیاره. خوبی است که رئیس جمهور افغانستان و بالاخره افراد اشخاصی که به شمول والی بلخ اسناد و مدارک و شواهدی که در دسترس دارن اینا قرار بتن به دسترس نهادهای عدلی و قضایی ما و شما، اینا بررسی شد. در غیر از اون این نهادهای معتبر و این نهادهای ملی با این اتهام ها و این اگر حقیقت هم داشته باشه، اگر اتهام هم باشه، باید درستی از اینا در هر حالتش باید شناسایی شود. آقای دانش، چرا حالا به خاطر حفظ اعتماد مردم افغانستان بالای نهادهای امنیتی این اتهام ها را حکومت افغانستان جدی نمیگیره؟ چرا بررسی نمیکنه؟ چرا افراد در داخل نظام به همسویی با طالبان و دیگر گروه های عرص افغان در گسترش ناامنی ها کار میکنن، شناسایی و تثبیت نمیشن؟ دقیقا با تمام احترامی که به جناب استاد دارم، این حرفای استاد تازگی نداره. در گذشته هم چه موارد مطرح کردن. خب چرا مطرح میشه؟ پای هم حکومت جدی و این نیاز است. اجازه بدین که ما صحبت کنیم، پیشتر هم صحبت ما ناتمام ماند. نهادهای عدلی و قضایی وجود داره، چنانچه ولیزاده صاحب صحبت کرد در این مورد. نهادهای کشفی و استخباراتی وجود داره که قضیه را باید همه جانبه بررسی بکنن. فراموش نکنیم که حتما در پیوند به این گفته ها ما شما واکنش شورای امنیت و دستگاه استخباراتی افغانستان خواهیم داشت. اما بین که این کار را بگذاریم سر جایش، آنچه که ما داریم چون این اتهامات و همچون موضیگیری ها به ضرر ماست، به ضرر نیروهای امنیتی افغانستان است، به ضرر قوات ها و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است که به قیمت جانشان در سنگرها میرزمند و امروز همچون اظهارات میتونه صدمه بزنه روحی نیروهای امنیتی افغانستان. از همچون اظهارات ما به یک نتیجه نمیرسیم بجز از اینکه آب بیشتر در آسیاب دشمن بکنیم. بگذارن نیروهای امنیتی افغانستان که کارشان انجام بدن، چون ما در مقابل یک جنگ و در یک مقابل یک دشمن بسیار نامرد قرار داریم که روزانه اطفال، خرد، بزرگ و تمام هموطنای ما را به خاک خون میکشانند، که ما بداد از اینا برسانیم و اینا را به سزای اعمالشان برسانیم. دقیقاً مردم شمال افغانستان از ما امنیت میخواین، از ما عملیات میخواین، از ما آرامش و آسایش میخواین. اجازه بدن که اینمی برنامه‌هایی را که ما رویده ساریم در 5 ولایت افغانستان و 8 ولسوالی که در حال حاضر مصروف هستیم، این به یک نتیجه برسه و قناعت مردم فراهم کنه. آقای بلوچزاده، حالا از یک سو مداخله کشورهای بیرونی، از طرف دیگر تهدید گروه‌های عرص افغان و در ذیل سوم هم کشیدگاه و اختلاف ها میان مقام‌های بلندپایه دولتی و مطرح ساختن همچون اتهام‌ها، پیامدهایش چگونه خواهد بود بالای اوضاع افغانستان؟ چی برآیند خواهد داشت برای سرنوشت افغانستان؟ پیامدهایش بسیار واضح و روشن است. ملت و مردم افغانستان میفهمند یک حکومت بسیار ضعیف
حکومت ناکارا و ای که توانایی ارائه خدمات به ملت و مردم نداره. در این زمان ایجاد و قدرتمند ساختن یک طیف از افراد اشخاص کلاقمند هستن افغانستان به بحران برن. از طرف دیگه هم شکستاندن روحیه نیروهای امنیتی ما که امکان پذیر نیست، ولی به هر حال دانش شما پیشتر اشاره کردن این میتونه جبهات برش لرزه برسن و در این زمان یک بیتمادی و یک فاصله بسیار کلان میان مردم و حکومت افغانستان. مجموعه از اینا میشه جنگ داخلی را به وجود بیاره، میشه فروپاشی سیاسی نظامی و بنبست سیاسی را به وجود بیاره، افغانستان رو بره به قهقرا و در اون مرحله که جهان دیگه بر افغانستان توجه نداشته باشه، چنان چه میل از بحث خروج قوات های آمریکایی یکی از سناریوها در افغانستان. بله. و در این زمان مسئله ای که کشور 16 سال پول برش داده شد، مصرف برش شد، اردوش ساخته شد، همه از در نهایت روز در آخر روز اینا یک توانایی دفاع از یک ولسوالی خود هم ندارن، توانایی یک انتخاب یک رئیس جمهور مشروع هم ندارن. معنای حرفی است که یک مرتبه اگر جهان از ما دست کشید، جهان از ما رو گشتند، افغانستان به سالهای سال در دست در جنگ دوامداره که یک نفر اونجا آمده شیشته که افغانستان علاقمند است به صوبه پنجم پاکستان تسلیم کنه. در نهایت روز این همی سیاسیون خواد بود، این همی حکومت خواد بود و 4-5 نفر مردم فقیر بیچاره یک گروپش در بیرون خواد به اشتباهات خود کتاب نوشته کردن و این ملت بیچاره هم در داخل کسش کشته خواد شد، کسش مهاجر خواد شد و کسش به تعلیم و به خیلی ممنون تحصیل در داخل کشور باقی خواهد. خیلی سپاسگزارم آقای عبدالعالا. به گفته آقای دانش، اتهام ها در پیوند به حمایت علاقات در داخل نظام، علاقات معلوم حال البته در حمایت از طالبان نادرست هستند. نباید در چنین یک وضعیت جنگی و بحران سیاسی در افغانستان همچو اتهام ها رسانه‌ای شوند، به افکار عمومی در واقع رسانده شوند. فکر میکنین چقدر خطرناک هستند اتهام های بی اساس در چنین یک حالته؟ ببینین امروز دولت افغانستان نیازی حمایت دارند و حمایت مردم از دولت و نهایت حمایت مردم از نیروهای امنیتی و حمایت دولت از نیروهای امنیتی افغانستان که در مجموع خواست مردم شمال افغانستان و جنوب افغانستان، شرق افغانستان، مرکز افغانستان، غرب افغانستان هم همیست. یعنی امروز ما دولت ایجاد کردیم، تأسیس کردیم، دولت مکلف است که تأمین جان مردم و تأمین امنیت جان مردم و تأمین امنیت مال مردم باید بکنند تا اینی که نیروهای امنیتی افغانستان در یک خاطر جمعی بتانه از حدود و ثغور و سرحدات این سرزمین با قربانی های بشمار خود دفاع بکنند. میمانه مشکلات داخلی که وجود داره، گاهی از یک گوشه سر میزنن، این مشکلات سیاسی است و بدور هستیم که سیاسیون افغانستان بشینن، اگر موارد شک و شبهه است، اعتراضات است، اتهامات است، گمان زنی ها است، این گمان زنی ها را با ارائه اسناد و شواهد بین خود حل بسازن، چون مردم افغانستان از همه از اینا اتحاد توقع دارد، در سایه اتحاد از اینا بتانه با جان و مال مردم افغانستان در تأمین امنیت بسر ببرند و مسئولیت ایجاد شوند و مردم دیگه نگران نشوند از 4 آدمی که هیچ گونه اساس و بنیاد ندارند، مردم در دلهورگی زندگی روزمره خود سپری نکنند. خیلی سپاسگزارم از حضور هر سه شما در برنامه و ممنون از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر دنبال بکنید. رئیس جمهور جنجالی ایالات متحده آمریکا در نگارش پیامی در صفحه کاربری خود در تویتر دوبار مرتکب اشتباه املایی شد. دونالد ترامپ در نگارش پیامی در صفحه کاربری خود در تویتر درباره برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در بوستون دوبار مرتکب اشتباه شد. ترامپ نوشت که کشور بزرگ ما سالها دچار تفرقه بوده است. گاهی اوقات برای درمان شدن باید اعتراض کنیم و ما درمان و بیش از همیشه قدرتمند خواهیم شد. وی در نگارش واژه درمان شدن هیل در این پیام از واژه هیل استفاده کرده است. به نظر می رسد که وی 10 دقیقه پس از انتشار این پیام متوجه اشتباه املایی خود شده و آن را تصحیح کرده است. این اشتباه نگارشی بار دیگر سوژه شبکه‌های اجتماعی گردید. وی پیش از این نیز مرتکب چنین اشتباه‌های نگارشی شده بود.